سلام بر شما خوش آمدید به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در برنامه این هفته در گزارشی به درخواست جمهوری اسلامی از غرب برای کمک به مبارزه با داعش در ازای انعطاف بیشتر کشورهای غربی در برنامه ای تهران میپردازیم نگاهی داریم به بازگشایی مدارس در ایران و افزایش شهری های مدارس دولتی و غیر انتفاعی در گزارشی به اعلام نام اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میپردازیم که به ماها کشمکش سیاسی میان وی و عبدالله عبدالله رقیبش پایان داد به فشارهای دوباره و برخورد با دروش گنوبادی و درگیری آنها با نیروهای امنیتی خواهیم پرداخت و در پایان نیز طبق روال هر هفته سری میزنیم به مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که ما را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار میدهد با ما همراه باشید همزمان با مذاکرات هسته جمهوری اسلامی و قدرت جهانی در نیویورک خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی خبر داد ایران برای کمک به اعتلاف جهانی علیه داعش خواهان انعطاف بیشتر غرب در برنامه هسته خود شده است در خبر دیگر محمد جواد سریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با جان کری همتای آمریکایی خود در نیویورک دیدار کرد دور هفتم و نهایی از مذاکرات هستهی جمهوری اسلامی و گروه کشورهای پنج به علاوه یک از جمعه گذشته 28 شهریور در نیویورک آغاز شد. رویترز مدعی است که یکی از مقامات ارشد ایرانی حاضر در مذاکرات نیویورک به این خبرگزاری گفته است کمک یک جاده دو طرفه است در مقابل چیزی که می دهید باید چیزی بگیرید. این مقام ایرانی به رویترز یادآور شده است که داعش تهدیدی برای امنیت همه جهان است و ایران با نفوذ بسیاری که در منطقه دارد می تواند در مقابل با این تروریست ها کمک کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جمعه گذشته گفته بود ایران می تواند در شکست داعش نقش مهمی ایفا کند. این در حالی است که آقای کری در کنفرانس دو هفته پیش پاریس گفته بود حضور جمهوری اسلامی در ائتلاف برای مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش پیشین مناسب نیست. گزارش اختصاصی رویترز در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در مقابله با حکومت اسلامی به شرط نرمش غرب در برنامه هسته ایران در حالی انتشار یافته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته گفت او دستور داده که ایران به اعتلاف آمریکا در مبارزه با داعش نپیوندد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در روزهای گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی احتمال کمک به آمریکا در مقابله با حکومت اسلامی را رد کرده بود. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در نیویورک به سر میبرد در رشته مصاحبه هایی با رسانه های آمریکایی گفته است که جمهوری اسلامی به این قطعیت نرسیده که آمریکا در مبارزه با داعش جدی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه ای در آمریکا گفته است اگر باراک اوباما وعده ای بدهد ایران قول او را میپذیرد و محترم میشمارد. در این میان برخی ناظران نیز میگویند از آنجا که 21 نفر از سناتورهای آمریکا از همکنون علیه طرح ذکر شده در گزارش نیویورک تایمز موضع گیری کرده اند احتمال ارائه چنین پیشنهادی از سوی آمریکا به ایران را جدی می کند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس آمریکا پیشنهاد کرده اتصال های میان آبشارهای سانتریفیوژ های ایران قطع شود و اورانیوم غنی شده به آنها تزریق نگردد تا هم غرب بتواند بگوید که فاصله زمانی ایران تا دستیابی احتمالی به بمب اتمی ایران را طولانی تر کرده و هم ایران بتواند بگوید که 19 هزار سانتریفیوژ خود را حفظ کرده است. علی خامنی با کاهش شمار سانتریفیوژهای های ایران در مذاکرات هستهی مخالفت کرده و از این رو طرحی که نیویورک تایمز آن را منتشر کرده است میتواند این درخواست را نیز برآورده کند. در همین حال گزارش ها حاکی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جانکری وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک دیدار کردند به گزارش خبرگزاری از شیتد پرس محور اصلی مذاکرات بر سر اختلافات در خصوص برنامه هسته ایران بوده است این دیدار در پایان سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت مذاکره کنندگان ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک انجام شده است ایران و قدرت های جهانی تا سوم آذر 24 نوامبر برای دستیابی به توافق جامعه هستهی مهلت دارند. مذاکرات هستهی در حالی در نیویورک دنبال می شود که حسن روحانی نیز این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شهر می رسد. آمریکا میگوید که قصد ندارد موضوعات دیگری را وارد مذاکره درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی کند و این کشور حاضر نیست بر سر عراق درباره برنامه هسته ایران معامله کند. در همین حال دیپلمات‌های های غربی میگویند که ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنیسازی اورانیوم در فوردو را رد کرده است. خبرگزاری رویترز واکنش جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید را درباره گزارشی جویا شده که این خبرگزاری روز گذشته از قول مقامات ایران مبنی بر کمک به مبارزه با داعش در مقابل نرمش غرب در برابر برنامه هسته ایران منتشر کرده بود او گفته است تلاش های شش قدرت جهانی برای ترغیب ایران به عقب نشینی از مواضع هسته خود موضوعی کاملا جداگانه از تلاش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه ستیز جویان داعش است. به گفته جاش ارنست آمریکا در موضعی نیست که درباره جنبه های برنامه هسته ای ایران در مقابل تعهدات امنیتی خود برای مقابل با گروه حکومت اسلامی معامله کند. خبرگزاری رویترز سیوم شهریور ماه از قول مقامات ارشد ایرانی که نخواسته نامی از آنها برده شود گزارش داد ایران برای کمک به اطلاف تشکیل شده به رهبری آمریکا در مقابله با پیکارجویان حکومت اسلامی خواهان نشان دادن نرمش از سوی مذاکره کنندگان با خود در گفتگوهای هسته ای شده است مقامات ایران مشخصا به غنیسازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها اشاره کرده بودند همچنین خبرگزاری ها از قول دیپلمات های آمریکایی گزارش دادند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در جریان دیدار دو جانبه روز یکشنبه خود موضوع ستیز جویان افراطی گروه حکومت اسلامی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نقل کرده است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید آقای کری گفته همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف المللی علیه شورشیان عراق جمهوری اسلامی می تواند در این زمینه ایفای نقش کند با این حال سخنگوی کاخ سفید به رویترز گفته است مذاکرات هسته‌ای موضوعی است جداگانه و نباید موضوع داعش وارد این مذاکرات شود در رویداد دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران دیپلمات‌های غربی می‌گویند که ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنیسازی اورانیوم در فردو را رد کرده است خبرگزاری آسوشیتدپرس پرس از قول دیپلمات‌های غربی که به خاطر محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامی از آنها برده شود گزارش داده ایران موضوع سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین در حوالی مرکز قنیسازی اورانیوم نتنز را به میان کشیده و گفته است که بنا به ملاحظات امنیتی نمیتواند تأسیسات زیرزمینی فوردو را که در دل کوهها قرار دارد و ایمن از حملات هوایی است برچیند تاسیسات فوردو که نام رسمی آن مرکز هسته شهید علی محمدی است در نزدیکی قوم قرار دارد و از مراکز اصلی فعالیت سانتروفیوژهای ایران به شمار میآید در این تاسیسات اورانیوم با غنای 20 درصد تولید میشد. اورانیومی که ایران و گروه پنج به علاوه یک در سوم آذر پارسال توافق کردند که اکسید و رقیق شود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوم شهریور ماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی را در نزدیکی سایت غنیسازی اورانیوم نتن سرنگون کرده است اکنون خبرگزاری آساشتت پرس می نویسد ایران بیم دارد که مرکز قنیسازی اورانیوم که در برابر حملات آسیب پذیر است مورد حمله قرار گیرد و حاضر نیست از فعالیت دومین مرکز قنیسازی خود در کوههای فردو چشم پوشی کند. ایران مدعی است هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده از نوع هرمس 450 و ساخت اسرائیل است. اسرائیل هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است. ایران همچنین اخیرا از آژانس بین انرژی اتمی خواسته است که این اقدام اسرائیل را محکوم کند. دیپلمات‌ها به آسوشیتد پرس گفتند که موضوع تأسیسات آب سنگین عراق نیست از دیگر مباحث میان ایران و غرب است. غرب میخواهد که ایران این تأسیسات را طوری تغییر دهد که خروجی پلوتونیوم آن که برای ساخت سلاح هسته‌ای نیز کاربرد دارد به کمترین میزان برسد. دیپلومت های غربی دقیقا نگفتند که موزه ایران در قبال راکتور عراق چیست؟ اما علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قبلا گفته بود که طراحی این راکتور عوض خواهد شد و خروجی پلوتونیوم آن ده برابر کمتر خواهد شد. گفتنیست است تازه ترین دور از مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای پنج به یک در نیویورک و از روز جمعه گذشته آغاز شده است. سرانجام پس از ماهها کشمکش سیاسی در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اشرف غنی احمد زای را به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در پیامی انتخاب آقای غنی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان را به وی تبریک گفت به گزارش پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در پیامی انتخاب آقای اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری افغانستان تبریک گفت و نوشت جمهوری اسلامی به عنوان کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند. کمیسیون انتخابات افغانستان بدون اعلام تعداد آرای طرفین اشرف غنی احمد زیرا رئی جمهور افغانستان معرفی کرد. یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون گفت که نتایج 1260 حوزه باطل شده ولی آرای 11945 حوزه دیگر که هر کدام یک صندوق داشتن معتبر بوده است. در توافقنامه سیاسی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی آمده بود که نتیجه انتخابات بدون ذکر آمار ارائه شود چند ساعت پیش از نشست مطبوعاتی نورستانی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی عبدالله و احمدزی امضا شده بود بر اساس این موافقتنامه حکومت جدید افغانستان یک رئیس جمهور و یک رئیس اجرایی خواهد داشت رئیس جمهور در رأس کابینه قرار دارد و ماهانه یک بار نشست دولتی برگزار می کند. رئیس اجرایی نیز در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت تا هر هفته نشست های کابینه را مدیریت کند. در نتیجه مقدماتی دور دوم انتخابات افغانستان که عصر دوشنبه هفتم ژوئیه اعلام شد، اشرف غنی احمدزی 56 ممیز چار صدومه درصد و عبدالله عبدالله 43 ممیز 56 صدومه در صد آرا را به دست آورده بودند. عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و به تقلب سازمان یافته اعتراض کرد. پس از میانجیگری سازمان ملل متحد و ایالات متحده آرای تمامی 34 ولایت افغانستان طی چند هفته بازشماری شدند. قرار بود نتیجه نهایی دوازدهم سپتامبر اعلام شود اما به طول انجامیدن مذاکرات دو رقیب و مقاومت عبدالله در پذیرش نتیجه اعلام نهایی را به تعویق انداخت اول مهر تاریخ رسمی شروع مدارس در ایران است اما سال تحصیلی در حال آغاز شده که بر اساس گزارش ها برای هر خانواده از دانش آموزان ایرانی بین 700 هزار تا 10 میلیون تومان هزینه دارد. روزنامه شرق جدولی منتشر کرده از لیست شهریه هایی که مدارس ایران اهم از دولتی و غیر انتفاعی در سال جاری از دانش آموزان دریافت کردند. بر اساس این جدول، مدارس دولتی به طور متوسط سالانه 300 هزار تومان شهریه می‌گیرند. این رقم برای مدارس نیمه دولتی 800 هزار تومان و برای مدارس غیر از 4 تا 7 میلیون تومان است. بر اساس گزارش روزنامه شرق، مدارس دولتی در سال تحصیلی جاری تنها برای مقطع کلاس اول بین 250 تا 550 هزار تومان شهریه دریافت کردند. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که تحصیل در مدارس دولتی رایگان است و این مدارس حق ندارند هیچ وجهی از دانش آموزان دریافت کنند. این مبالغ تحت عناوینی چون برپایی جشن تکلیف یا جشن شکوفه ها و نیز تهیه لباس فرم برای دانش آموزان دریافت می شود. متوسط این مبلغ حدود 150 هزار تومان است. این تنها هزینه ثابتی است که خانواده ها علا رغم قانونی بودن مجبور به پرداخت آن هستند. در کنار اینها مخارج دیگری چون تهیه لوازم تحریر، مانتو و روپوش مدرسه، کیف مدرسه، وسایل ورزشی، کتاب های درسی و غیره نیز جزء هزینه های گریز دانش آموزان است. مطابق جدول روزنامه شرق مجموع این هزینه ها به طور متوسط 420 هزار تومان است. به تمامی این هزینه ها باید مخارج سرویس مدارس یا رفت آمد دانش آموزان را نیز اضافه کرد. هزینه سرویس مدارس در سال جاری ماهانه بین 200 تا 800 هزار تومان است. این بدان معناست که هر خانواده که دانش آموزی را به مدرسه دولتی بفرستد در ابتدای سال باید 870 هزار تومان برای یک سال بپردازد و ماهیانه نیز بین 200 تا 800 هزار تومان تنها برای سرویس مدارس. به این مبالغ هزینه های جاری مثل خورد و خوراک دانش آموزان و مخارج عادی روزانه یک دانش آموز را هم باید اضافه کرد. این در حالی است که حداقل حد حقوق یک کارمند در ایران 600 هزار تومان است و کارمندی با این میزان حقوق چاره جز ثبت نام فرزندش در مدرسه دولتی ندارد. کسانی که توانایی مالی برای پرداخت شهریه های مدارس غیر را دارند نیز با رشد غیرعادی شهری این مدارس که ظاهرا تابع هیچ قانونی هم نیست روبرو هستند. بر اساس گزارش روزنامه شرق کمترین شهریه مدارس غیر در مقطع دبستان 4.5 میلیون تومان و بالاترین آن در مقطع دبیرستان 9 میلیون تومان است. این در حالی است که اکثر مدارس غیر برای برنامه های مثل آموزش زبان یا موسیقی هزینه های ای دریافت می و گاه مجموع شهریه آنها به دوازده میلیون تومان هم می رسد. گفتنی است بر اساس اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است امکانات تحصیل رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره تحصیلات متوسطه فراهم کند این اصل اما سال هست به فراموشی سپرده شده است خبرها از ایران حاکی است که تجمع دراویش گنوبدی مقابل دادستانی تهران به درگیری با نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از معترضان منجر شده است دراویش گنوبدی در جمهوری اسلامی سال هاست که مورد آزار و اذیت حکومت قرار میگیرند به گزارش مجذوبان نور وبسایت نزدیک به دراویش گنابادی در پی استفاده نیروهای امنیتی و گارد ویژه از باتون و گاز اشکاور تعدادی از دراویش دچار شکستگی و جراحت شدید شدند. گزارش از تهران هاکی صدها درویش زن و مرد در نزدیکی ساختمان دادستانی تهران توسط نیروهای امنیتی در خیابان بهشت محصور شدند. چندی پیش جمعی از دراویش گنابادی در قالب کمپینی به نام کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین اعلام کرده بودند که در اعتراض به برخوردهای امنیتی با پیروان این گروه ارفانی و همبستگی با وکلای زندانیشان از طریق تجمع با چشمها و دستهای بسته در مقابل دادستانی خواهان بازداشت و زندانی شدن تمامی دراویش عضو این کمپین توسط عوامل قضایی خواهند شد. روز شنبه دراویش گنابادی در فراخانی دیگر اطلاع داده بودند که ساعت 9 صبح همان روز مجددا در مقابل دادستانی حضور خواهند یافت. بنابر دای مذوبان نور با ادامه درگیری نیروهای امنیتی بیش از 800 تن دراویش را بازداشت کرده بودند. و همزمان منابع نزدیک به دراویش گنابادی از دستگیری نازیلا نوری خبر داده بودند که به تازگی در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار پایان بخشیدن به ستم علیه این طریقت عرفانی شده بود در همین حال شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده نوبل صلح در نامه ای خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از وی خواست تا در دیدارهای خود با مقامای جمهوری اسلامی آنها را مجاب کند تا سیاست مدارا و پرهیز از خشونت را بر اساس گفته هایشان و همچنین تعهدات بین المللی در خصوص این افراد و دیگر گروه های مذهبی ایرانی به کار بندن. خانم عبادی در نامه خود به تبعیضهای روا در حق دراویش گنابادی اشاره کرده و نوشته است از آنجا که ادامه این وضعیت برای این دراویش غیر قابل تحمل شده است هر لحظه امکان تشنج بیشتری وجود دارد نیروهای امنیتی روز شنبه نزدیک به 800 درویش را در اطراف دادستانی بازداشت کردند و از به 13 کلانتری مختلف تهران و استان البرز انتقال دادند فرهاد نوری مدیر سایت مزوبان نور در این روز گفت که ماموران انتظامی خانمهایی که جزو دراویش یا از خانواده دراویش بودند را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. کمپین کوچ به زندان اوین در پی اعتصاب قضای نه وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی در زندانهای تهران و شیراز با شرکت جمعی 2000 نفر از دراویش و خانواده‌های آنان شکل گرفت. دراویش زندانی از تاریخ نه شهریور در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند و در روز 17 شهریور نیز با انتشار نامه خود اعلام کردند که این بار برای مرگ آماده ایم سازمان گزارشگران بدون مرز روز 21 شهریور در اطلاعی نگرانی خود از وضعیت جسمانی این دراویش را ابراز کرد و خواستار انتقال آنان به بیمارستان شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی خبر داد که پس از دیدار دبیر کل انصار حزب الله با رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی این گروه در باری فعالیت گشت های سیار امر به معروف و نهی از منکر خود تجدید نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا سعید منتظر المهدی از دیدار عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله با رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و درخواست وی برای دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نحی از منکر خبر داد وی بدون اشاره به تاریخ این دیدار اضافه کرد پس از مدتی بحث و تبادل نظر مقرر شد انصار حزب الله روی طرح خود تجدید نظر کرده و از قالب ها و ظرفیت های رسمی و موجود نظام استفاده کنند آقای منتظر المهدی توضیحی درباره نحوه استفاده انصار حزب الله از قالب ها و ظرفیت های رسمی و موجود نظام ارائه نکرده است انصار حزب الله پنج روز پیش از این تهدید کرده بود که معابر را از مظاهر فسق پیراسته می کنیم. عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله نیز روز یک شنبه 23 شهریور اعلام کرده بود که گشت ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام ایار و با حضور سه هزار زن و هزار مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شدند آغاز می شود. این سخنان آقای محتشم مخالفت سریح وزیر و سخنگوی وزارت کشور را به دنبال داشت. اما با این همه این گروه روز چهارشنبه 26 شهریور از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نحی از منکر خود خبر داد آقای منتظر المهدی با تاکید بر اینکه هر گونه فعالیت سازمان یافته باید به مجوز مراجع رسمی صورت گیرد گفت که سیاست نیروی انتظامی همواره ترویج امر به معروف و نحی از منکر بوده است وی در عین حال تاکید کرد این موارد باید در چهارچوب قانون صورت گیرد و در این راستا پلیس نیز از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت قانونی خواهد کرد پیش از این حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران در واکنش به طرح گشت سیار انصار حزب الله خطاب به دبیر کل این گروه هشدار داد که به یاد داشته باشد دوران ترکتازیهای های دهه هفتاد به پایان رسیده است علاوه بر مسئولان دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران نیز پیش از این با فعالیت گشت سیار انصار حزب الله مخالفت کردند. مهدی طائب که از او به عنوان رئیس شورای قرارگاه امار نام برده می شود نیز سی شهریور گفت که با وجود فعالیت نیروهای انتظامی برای مقابله با بدهجابی نیازی به گروه های سیار امر به معروف و نحی از منکر انصار حزب الله نیست قرارگاه امار یکی از نهادهایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برای مقابله با جنگ نرم شکل گرفت مباحث مربوط به امر به معروف و نحی از منکر پس از مرگ یک بسیجی به نام علی خلیلی شدت گرفته است. خبرگزاری ایسنا پنجشنبه شنبه 20 شهریور گزارشی از حضور تعدادی از اعضای گروه انصار حزب الله در منزل علی خلیلی منتشر کرده و به نقل از سایت این گروه نوشته بود که فلسفه این دیدار اعلان رسمی آغاز به کار گروه های سیار امر به معروف و نحی از منکر بوده است. علی خلیلی 25 تیر ماه سال 1390 در یک درگیری خیابانی که به گفته وی برای امر به معروف و نحی از منکر بوده زخمی شد و روز سوم فروردین 1393 درگذشت. رسانه های ایران از برگزاری دومین جلسه دادگاه زاره به علی خلیلی در روز دوشنبه 31 شهریور خبر دادند. پیش از این علی خلیلی از زارب به خود اعلام رضایت کرده بود اما با مرگ وی این پرونده دوباره به جریان افتاده و خانواده وی خواستار قصاص زارب شدند. نخستین جلسه دادگاه زارب علی خلیلی دوازده خورداد سال جاری در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده بود. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایران با اشاره به رها شدن فاضلا به شهرک های اطراف تهران درباره خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با فاضلا هشدار داد موضوع رهاسازی فاضلا تهران قبلا نیز چندین بار جنجال ساز شده است معید حسینی صدر نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است عدم احداث فازلاب در شهرهای جدید اطراف تهران مانند پردیس و پرند در کوتاه مدت موجب آلودگی آبهای زیرزمینی می شود و این خطر بسیار جدی است. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری از توابع استان تهران اردیبهشت امسال از مرگ حدود دو میلیون ماهی در صد فشافویه در پی رهاسازی فاضلاب خام شهرک مسکونی واوان خبر داده بود موضوع رهاسازی فاضلاب تهران قبلا نیز چندین بار خبرساز شده است از جمله کشت صدها هکتار سبزیجات و برنج با آب فاضلاب به خاطر ارزان بودن و کمبود آب چاه ها که در رسانه های ایران همراه با تصاویر آن منتشر شد به گزارش خبرگزاری ایلنا هزینه استفاده از فاضلاب برای کشاورزان سه نیم برابر کمتر از آب چاه است موضوع رهاسازی فازل ها در حومه تهران و احتمال آلوده شدن آبهای زیرزمینی که برای مصارف شرب نیز استفاده می شود چندین ماه است که بدون اینکه به نتیجه برسد در محافل مختلف از جمله مجلس مطرح است خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس 31 مرداد از قول مهدی هاشمی نماینده تهران گزارش داد سه هفته قبل در خصوص مشکلات آب و فاضلاب به استان تهران به ویژه ورود فاضلاب به پردیست به صفرهای های زیرزمینی آب تهران جلسه ای تشکیل و مقرر شده است که با پیگیری مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش تکمیلی این پرونده به مجمع نمایندگان استان تهران ارسال شود. چند روز قبل از گفته آقای هاشمی کمال دین پیر سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس از نفوذ فاضلاب در لایه های زیرزمینی آب و آلوده شدن آبهای شرب در مجتمع های مسکونی ساخته شده در پروژه مسکن مر خصوصا شهرک پردیس خبر داده بود. پردیس شهر جدید در 15 کیلومتری شرق تهران است که به گفته سایت خانه ملت برای دویست هزار نفر ساخته شده است اما 800 هزار نفر بدون احداث تصفیه خانه فازلاب در این منطقه سکونت خواهند کرد اکنون معید حسینی میگوید سازمان آب و فاضلاب شهری و وزارت مسکن و شهرسازی باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند وی گفته است در شهرهای جدید اطراف تهران مانند پرند و پردیز شبکی فاضلاب ساخته نشده است و فاضلاب این شهرها رها یا در چاهای خانگی ریخته می شود بنابراین خطر ورود این فاضلاب به آبهای زیرزمینی وجود دارد سخنگوی فراکسیون محیط زیست تهران گفته است زنگ خطر آلودگی گسترده در آبهای زیرزمینی تهران به صدا درآمده است که در این صورت تصفیه این آبها مشکل خواهد بود این خطر به خصوص در شهرک پردیس بسیار جدی است موضوع آلوده شدن آب سدها و سفرههای زیرزمینی در حالی است که هماکنون تهران با کمبود آب مواجه است و دولت اخیرا طرحی 300 میلیارد ریالی برای انتقال آب از صد ماملو در سی کیلومتری جنوب شرقی تهران به پایتخت تصویب کرده است در همین زمینه خبرگزاری مرسی و یکم شهریور از قول رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گزارش داد 78 درصد دشت های کشور رو به نابودی است که عمده علت آن برداشت بیش از حد از منابع آبی است و حتی اگر خوشسالی ها اتفاق نمی افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می افتاد. بخش کشاورزی ایران 93 درصد از آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می دهد. مقامات ایران قبلا گفته بودند حدود 90 میلیارد متر مکعب آب طی سال گذشته در بخش کشاورزی مصرف شده و قرار است از مهر ماه این حجم نصف شود. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد بعد گفتان چنان وضعیت به وجود اومده در سوریه و عراق در پی اقدامات اخیر گروه تروریستی داشت همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده که مجموعا سرتیت همه روزنامهها ها در این هفته به این موضوع و هواشی اون میپرداخت ورود 150 هزار کرد آواره کوبانی آن هم تنها در طی چند روز به ترکیه نه تنها موضوع رسانهای ترکیه بلکه بسیاری از رسانه های جهان بود در جریان اخبار این رویدادها هستیم به ویژه تلویزیون ایران فردا هم در این زمینه پوشش خبری خودش رو در بخش های مختلف داشته اما حالا باید گفت چه قلبا و چه تحت فشار افکار عمومی و مجامع جهانی ترکیه سیاست درهای باج رو در مورد این آوارگان در پیش گرفته انصافا هم تلاش زیادی رو برای خدمات رسانی در این زمینه انجام داده هرچند چنین بحران و معزلی تنها با تلاش کشور حل شدنی نیست نیاز به همت و همکاری دست کم کشورهای منطقه در این باره هستش فراموش نکنیم فصل سرما در پیش هست زندگی در چادر شهرهایی که هنوز خیلی از این چادر شهرها آماده نشدن و مسائل بیماری های خاص ناشی از زندگی در محیط های عمومی و مشکلاتی از این قبیل در شرایط کنونی سلامت این آوارگان رو تهدید میکنه اما موضوع قابل اشاره که باید بهش پرداخت موضع متفاوت ترکیه در قبال داعش هست بلا فاصله پس از آزادی 49 گروگان ترک بنابر گزارش روزنامه استار آقای ارغان اعلام کرده که ترکیه در خصوص بمباران مواضع داعش توسط امریکا هرگونه حمایت سیاسی و نظامی رو به عمل خواهد بود هرچند آقای ارغان گفته هنوز در این باره اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار ندادن از آن سو هم آقای داود نخست وزیر گفتند موضع ما در قبال داعش همیشه روشن بوده اکتبر و سیزده که هنوز هیچ کشوری در این زمین موضعی روشن نداشت شورای وزیران ما تصمیم گیری کرده بود همینطور روزنامه آکشام خبر داده که آقای ارغان در سفر به نیویورک و شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد رهبران کشورهای مختلف جهان رو در جریان ضرورت ایجاد یک منطقه حائل در مرز سوریه خواهد گذاشت خود آقای ارغان هم به هنگام سفر به نیویورک به ضرورت ایجاد چنین منطقه اشاره کرده و گفته که حدود یک میلیون نفر در این منطقه زندگی می از این رو ایجاد چنین منطقه حائلی بسیار اهمیت داره اما سخنرانی آقای ارغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد ایشون از جامعه جهانی همراه بود ایشون علاوه بر اشاره به اوضاع سوریه، عراق و فلسطین و انتقاد از جامعه جهانی در این باره بار دیگه در قبال رویدادهای مصر هم موضعی انتقادی داشتن از دولت ساقط شده محمد مرسی کماکان به عنوان دولت مشروع مصر نام بردن با عنوان کردن که اگر قرار بر این است که باید در برابر دولت کودتا سکوت کرد پس دلیل ایجاد سازمان ملل چیست منظور آقای عرقان از دولت کودتا میدونیم اشاره به دولت جدید مصر به رهبری جنرال سیسی هستش. همینطور آقای عرقان در ادامه سخنرانی انتقادی خودشون به پنج عضو دائم شورای امنیت اشاره کردن و گفتن که پنج عضو دائم شورای امنیت در جهتی مغایر با حقایق جهان نفوذ سازمان ملل متحد را از بین بردن نهایتا آقای ارغان در موزگیری متفاوت تر از قبل مشخصا از داعش به عنوان یک گروه تروریستی خونخوار نام بردن فرصت نیست که البته به دیدار آقای ارغان و آقای حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم بپردازم تنها اشاره بکنم به این موضوع که دو طرف ملاقاتی رو با هم داشتن و گذشته از بررسی روابط میان دو کشور آقای اردوغان بابت حمایت ایران از نامزدی آتی ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکر کردند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا لایف.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و در برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود